بسم الله الرحمن الرحیم درود و رحمت خداوند بر شما بینندگان گرامی و ارجمند بعد از خبر خداوند متعال باز هم بر ما منت گذاشت و توفیق درک ماه پرفیض و فضیلت رمضان ماه رحمت و مغفرت و تقرب به آستان الهی و زیافت نورانی و آسمانی الهی را نصیب من فرمود خداوند را به این جهت سپاسگزار هستیم و برای شما روزداران و سرخیزان و نمازگزاران و نیایشگران مؤمن آرزوی قبولی طاعات و عبادت داریم همچنان که میدانیم ماه مبارک رمضان فرصتی بی برای دستیابی به مدارج بلند و ارجمند معنوی و امکان آمرزیده شدن بیش از هر زمان دیگری در طول سال در ماه مبارک رمضان برای بندگان گناهکار فراهم است این فرصت را قدر میدانیم و ارج میگذاریم و دعا می کنیم که خداوند توفیق انجام و ادای مسئولیت های بندگی ما را به ما ارزانی بدارم اما صرف امساک و خودداری از هر گونه کاری که موجب بطلان روزه میشه برای روزدار بودن کافی نیست بلکه آنچه مهم است درک حقیقت سیام یا روزداری و مواجهه معرفتی با این فریزه مهم الهی است ما باید قبل از آن که به صورت کامل وارد ماه مهمانی خدا شویم، با آداب و آثار زیافت الهی در زندگی خودمان آشنا شویم. برای همین است که ما امشب در برنامه بعد از خبر هستیم، در خدمت شما و کارشناس ارجمند برنامه جناب حجت الاسلام والمسلمین، سید حسین عالمی بلخی رئیس مجمع محبان اهل بیت علیه السلام و کارشناس امور اسلامی تا این مهم را مورد واکاوی و تحلیل قرار بتیم حاج به شما هم سلام عرض میکنم حلول ماه مبارک رمضان را تبریک میگم و برای شما آرزوی قبولی طاعت و عبادت دارم تشکر از شما بسم الله الرحمن الرحیم در تشکر از تلویزیون ارزشی تمدن که همیشه برنامه و مناسبت های اسلامی را به صورت تقیق و اساسی برگزار میکنن و با سلام و درود به بیننده های محترم و مؤمنینی که انشالله در این ماه مبارک مشمول فیض و رحمت و بخشش و مغفرت الهی خواهند شد امیدوارم که انشالله خداوند متعال به همگان توفیق بده که حق زیافت الله را ادا بتانن و که خدا خواسته روزه داری بکنه انشالله. انشالله برای اینکه آنگونه که خدا خواسته ما بتانیم روزه بگیریم لازم است در ابتدا با حقیقت رمضان آشنا شویم و لحاظ معرفتی حقیقت رمضان چیست و ما چگونه میتانیم این حقیقت را درک بکنیم بله خب رمضان یکی معنای اصطلاحیش است و یکی معنای لغوی ما اگر به این دو معنا دقت بکنیم اندکی به درک حقیقت رمضان نزدیک میشیم ولی حقیقت رمضان رو در عمل باید درک کرد خب حالا ما از ابتدا اگر شروع رمضان به معنای گرمای شدید و تفتیده معمولا به سنگ داغ و گداخته ای که در شدت آفتاب داغ شده باشه رمضان گفته میشه از نظر لغوی بل. از نظر اصطلاحی رمضان نه شهر رمضان نام ماه است که از ابتدا تا انتهای ماه تکالیف معینی برای مؤمنین هست و برجستترین نقطه که هست که از آزان صبح تا آزان شام از یک سلسله اعمالی باید خودداری بکنند و این میشه رمضان و این هر دو تا معنا را که ما یک جای بکنیم در این ماه مبارک روزداری تکالیف دیگری را که به انجام بده اعمال دیگری را که باید انجام بده مؤمن روزدار را تفتیده میکنه میپزه پخته میکنه مثل که آهن در آتش داغ گداخته میشه و اینم که رمضان میگه به خاطر نمی داغی و گداختگی و بعد خاطر که بالاخره خب به با قسم قسمی که آهن فولاد در آتش آب دیده میشه مقاوم میشه برنده میشه اثر گذار میشه و در این مدتی یک ماه مؤمن روزدار باید همه قسم که فولاد از آتش پخته بیرون میاید از آزمایش های الهی و از انجام اعمالی که داره به صورت پخته و تفتیده بیرون بیاید تا مقاومت و برندگی خودش را در انجام اوامیر و دستورای الهی در بعد از رمضان باید داشته باشه در که مذارت میخواییم یک نکته در که رمضان به فکر میکنم که مرتبط میشه به شناخت از فرصت هایی که در این ماه وجود دارد و نکات برکاتی که در این ماه وجود داره ما اگر او فرصت ها و برکات بتونیم به صورت درست دقیق و اساسی بشناسیم میتونیم حقیقت رمضان را حقیقت ماه رمضان را درک بکنیم و اندکی به او سمت قدم بگذاریم که حالا فکر میکنیم در بخش بعدی برنامه با صحبت خود کردیم و فرصت های بسیار استثنایی در این ماه وجود دارد بله. و خیرات و برکاتی که در این ماه نصیب مؤمنین میشه به قول رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلام میگه که شما وارد ماه میشوید که نومکم عباده و نفسکم تسبیح یا انفاسکم تسبیح خوابتان عبادت است نفس کشیدنتان تسبیح است حالا چه رسد از این که مثلا خوب در بیداری کار را انجام میده نماز میخوانه عبادت میکنه قرآن میخوانه و قرآن را چگونه باید بخوانه همه این مسائل برکاتی که در این ماه وجود داره اگر ما او برکات را شناختیم به درک واقعیت رمضان نزدیک میشه بسیار سپاسگزار هستم همچون که شما هم فرمودین ماه مهمانی خدا هست ماه مبارک رمضان و همراه با یک سری اعمال عبادی مشخص و مهمترینش امساک است خودداری از خوردن و آشامیدن و برخی کارهای دیگر اما پرسشی که در اینجا قابل تر هست این است که این مهمانی برخلاف مهمانی های بشری و معمول و متداول با گرسنگی برگزار میشه سفره ای که اینجا پهن میشه سفره ای نیست که آدم های مهمان یا مهمانانی که اونجا دعوت شدن سیراب و سرزنده از سر او سفره برگردن به مادی و طبیعی و زمینی عرض میکنم. میان امساک و ریاضت کشیدن اسلامی رمضانی با مهمانی خدا چه نسبت و رابطه ای وجود دارد؟ چرا مهمانی که خدا برگزار میکنه از معکولات و مشروبات خبری نیست و ما باید گرسنگی بکشیم تا به قول حضرت عالی مثل فولاد در آتش پخته و آب دیده شویم و از این آزمون سربلند بلند بیرون بیاییم من برداشت می هست که اون که در این مهمانی پیش بینی شده عین نیازها و ضرورت های مهمانی است نه متفاوت با مهمانی خاطر از که ما ببینیم مهمان کیست انسان بله و بندگان خدا میزبان کیست خداوند تبارک و تعالی خب انسان دارای دو بود است بودی مادی و جسمانی انسان هست و بود روحانی و معنوی انسان بود مادی و جسمانی انسان برای خودش اگر زیافت برگزار شد ایجابات برای پذیرایی داره معکولات و مشروبات بخور و بنوش اما بود معنوی و روحانی وجود انسان که روح انسان گرفته شده از روح خداست و اذا تو و نفخت فیه من روحی خدا میگه وقتی که بدن را آماده کردم که بعضی بودی جسمانی انسان هست و نفخت فیه من روحی و در ای بدن که از ماده آفریده شده است روح خودم را دمیدم فقوله ساجدین به او سجده بکنید بنابراین ما اگر بیمیجم در, در درس بگیریم اصل وجود انسان روح است نه جسم بله و اینجا هم که مهمان خدا هست روح انسان مهمان است خداوند توا... چه چی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله میفرماید که شهر دعیتم فیه الى ضیافت الله مهمان بنده خداست میزبان خداست زیافت الله است به ضیافت خدا دعوت شده است غذایی که در اینجا وجود دارد که مهمان به او خاطر خطاب شده او معنویات است اخلاقیات است عبادات است و مهمترین غذایی که در اینجا در نظر گرفته شده او غذا برای روح انسان هست یکی از مسائلی که ما باید به با دقت بکنیم خداوند تبارک و تعالی بفرماد که شهر و رمضان اون انزل فیه القرآن خدا للناس ب ال ا غаذا در این راه ارزه میشه رن س دایت رоنی مоه ب مان خا ر ا مоه م قرآنرا نازل кردیم و ا ران براи هدایتи انانهست و, و ب من الا ای و برای هدایت انسان ها در قرآن هست و فرقان را ما در ایمان نازل کردیم که فرق بین حق و باطل میکنه. کند بنابراین اون چیزی که روح انسان به او نیازمند است که انرژی بگیره حرکت بگیره و توان بگیره و را بیفته بره او چی است؟ هدایات است و معنویات است تا انسان بتونه با تغذیه روحانی مسیر خودش به طرف خدا را طی بکنه یا ایتو النفس نفس المطمئنه ارجعی الی رب که راضیت نفسی که در مرحله اطمینان قرار گرفته برگشت برگرد به سوی خداوند تبارک و تعالی که تو از خدا راضی باشی و خدا از تو راضی باشد یا مثلا او آیه دیگه قرآن کریم ان لله و الیه راجعون در اینجا غذایی است که انسان را تقویت میکنه و حرکت میده برای پرواز به بر رجعت به سوی خداوند تبارک و تعالی بنابراین نه تنها این که بگیم که اینجا مخالف آداب و ضرورت های یک زیافت چیزی وجود نداره یا چیزای وجود داره که به او منطبق نیست چیزی وجود داره در اینجا غذای وجود داره که عین نیازی این زیافت است تا بالاخره از این طریق بتونه به همو مثلا لقاء الله برسد، پرواز کنه و همون جمله را که مولانا میگه در ارتباط با صفات آدمی که گاهی چی میشه و گاهی چی میشه و گاهی چی میشه تا میرسه به اونجایی که میگه گاهی دیگر از ملک پرنجان شود آنچه در وهم دنایت آن شود اگر انسان بخواید آن شود که مولانا در اینجا مرادش هست بعد از این غذای روحانی و معنوی استفاده بکنه و در این زیافت الله استفاده کافی و کامل را بتواند برای خودش داشته باشه خیلی سپاسگزار از توضیحات دقیق و عمیق شما حضرت آقا در روایتی از حضرت پیامبر آمده که خداوند نیامرزد کسی را که ماه رمضان را بگذراند و آمرزیدن نشود این روایت متضمن مفاد بیم است یا بشارت و آیا کسی که در ماه رمضان آمرزیده نشه دیگه فرصت و امکان آمرزش را برای همیشه از دست میته؟ خدمت نشه با معول روایت حدیث ها. بله. اون که شما خواندید من اصلاح کنم با اون شکل نیست. با معذرت. خواهش می‌کنم مهربانی. ممکن است عبارت‌ها فرق بکنه ولی احتمالاً محتوای شما, شما ببینید این که شما آوردین به شکل دعاست. مم. که پیامبر خود دعا کرده باشه خدا نه امرزه کسی را که در این ماه آمرزیده نشده پیامبر در حق هیچ کسی همچه دعای بدی نمی کنه. و بدترین آدم هم اگه بوده پیامبر تلاش میکنه که هدایت شو و برای هدایتش دعا میکنه و حدیث به سه نو نقل شده یعنی سه تا حدیث است در واقع از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله یکی از که هر کسی از ماه رمضان بیرون آید ولی آمرزیده نشود پس خدا او را نمی آمرزد پیامبر خبر میده نه اینکه دعا بکنه میگه کسی که آمرزیده نشده او را دیگه خدا نمی آمورزه. بنابراین این فرصت بسیار مهم است. یعنی فرموده پیامبر تعبیر است که فرصت بسیار مهمی برای آمورزش است کسی اگر از این فرصت استفاده کرده نتانسته باشه دیگه انتظار نداشته باشه بله. البته این نیا هم به معنای نمی آمورزت هم هست خود خب اگر نیا به معنای نمی باشه خب بله و بل. بل. فرموده شما درست است حالا ما باز مییم به معنای به حدیث که منظور پیامبر در اینجا چی و یک حدیث دیگری هست از پیامبر میگه ناتوان و خار باد کسی که ماه رمضان بر او وارد شود و پیش از آن که آمرزیده شود بیرون رود که هم یک نو سرزنیش است و حدیث سومی از پیامبر نقل شد البته این حدیث در منابع شیعه و سنی درست بعضیش منابع شیعه است بعضیش منابع سنی میگه هر کسی ماه رمضان را در یابد ولی آمرزیده نشود پس از رحمت خدا دور باشد بنابراین ای میخواد پیامبر اکرم صلی الله علیه و در اینجا هم بیم داشته باشه و هم بیم بده و هم بشارت دو چیز در اینجا در این وجود داره تا و امان همون قسمی که قرآن کریم <تصفح> همیشه از رسول خدا وقتی تعبیر میکنه بشیر و نذیر بله <تصفح> بشارت دهنده و انذار دهنده و این حدیث هم با اینمی تعبیراتی که هست از این آدم استفاده ای که میکنه بشیر و نظیر است داری هم بیم است و هم بشارت است و هم یک نوع امید دادن است امید یا مثلا بشارت دادن به که شما در فرصت بسیار خوب و مهم قرار دارید و در فرصت قرار دارید که بالاخره خوب به فرصت استثنائی است برای آمرزیدن شما که بعد میگه خوب اگر کسی ما آمرزیدن نشود دیگه آمرزیدن نمیشه و بیم هم برای همیست که اگر فرصت از دیستان رفت دیگه منتظر یک چنین فرصتی نبوده باشد که باز برای شما پیش بیاید که برای خرچی خب حالا چطور مگه با همه این مسائلی که هست من یک نکتر رو میخوایم در این اضافه بکنم چطور مگه مواردی بوده باشه که انسان مومین متوجه به خدا شد و در این ماه مبارک از خدا آموردش بخواید و توبه بکنه و با بازم خدا رو نیامورده یک همچه گناهانی هم وجود دارد که انسان کوشش کنه قبل از اینکه وارد این ماه شود و, و تاکید پیامبر اکرم صلی الله علیه و به همین است که خودش آماده برای آمرزیدن بکنه یکی از مسائلی که خدا نمی آمرزه نه در رمضان و نه در قدر و نه در هیچ وقتی دیگه حق الناس است مال مردم را خوش خورده باشد اگر مال مردم را ادا نکنی حق مردم را ادا نکنی مورد بخشش خداوند قرار گرفته نمیتونی و اینا خب از مواردی هست که در این رابطه هست بنابراین نی هم میتونه بیم باشه و هم امید باشه و فرصت دیگری که برای بخشیدن است ما باز یک روایت داریم از امام جعفر صادق علیه السلام میفرماد من لم یغفر له فی شهر رمضان لم یغفر له الا مثله من قابل الا ایش حد عرفه امام جعفر صادق علیه سلام میگه کسی که اگر در ماه مبارک رمضان بخشیده نشه او بخشیده نمیشه مگر اینکه مقابله شوه یعنی مقابل شوه و برسه به فرصت این که منظور رمضان سال بعد است و یک استثناء میکنه امام جعفر صادق علیه السلام میگه مگر اینکه اینمی شخصی که در ماه رمضان بخشیده نشده عرفه را درک کنه در سرزمین عرفات بالاخره وقتی که حاجی ها می در اونجا محلی که حضرت آدم مولا نبی نو و علیه و سلام معرفت الله پیدا کرد و به عنوان یک سمبول الان هم حاجی ها باید برن اونجا بالاخره در همون مقر قرار بگیره و برای معرفت الله و در این مکان اگر قرار بگیره در وسط دو ماه مبارک رمضان هم که یعنی در عید قربان این فرصت برش فراهم شود که بتونه بره حج مشرف شود و بعد در عرفه توبه بکنه نه. از گناهان خودش امام جعفر صادق علیه السلام میگه که بخشیده میشه و الا بالاخره خب دیگه فرصتی براش نخواهد بود بنابراین این حدیث پیامبر هم بیم است هم بشارت بشارت بله. و قطعا وقتی خداوند تبارک و تعالی میگه که ما همه گناهان بنده خود میبخشه و توبه بکنید به طرف ما بیایید ما توبه پذیر هستیم همه را میبخشه خب مگر اینکه یک این چنین نکات وجود داشته باشه موارد این چنینی وجود داشته باشه که خداوند تبارک و تعالی نمیبخشه که حق ناس است بنابراین من به خاطر تذکر دادم که مؤمنین روزدار در این ماه مبارک رمضان ان شاء الله متوجه حق و ناس هم باشند بله اگر بله. مدیون حق و ناس باشه کوشش کنم که بله. در این ما رسیدگی کنم و ادا بکنه حق و, ناس. و جالبی است که حق و ناس آنقدر دایره وسیع و گسترده داره که صرفا موارد مالی را در بر گیره شما اگر از کسی غیبت بله. کرده باشی یا پشت سرش حرفی زده باشی یا هر چیزی که به او ضربه و صدمه وارد کرده باشه مادیون شستی و جبرانش کار سختی حقیقتا خب ما در مورد ماه مبارک رمضان روایات زیادی داریم در مورد فضیلت این ماه و شما هم موارد اشاره فرمودین روایاتی مثل بزنجیر شدن شیاطین متمرد باز شدن درهای بهشت گشوده شدن درهای رحمت بسته شدن درهای آتش و امثال اینها چرا این همه ویژگی فقط به ماه مبارک رمضان اختصاص داره و ما در طول سال هیچ فرصت معنوی دیگهی که مشابه رمضان باشه یا این ویژگی های معنوی و فضیلتمند را دارا باشه نداریم چی ویژگی داره رمضان؟ روایت داریم ما معصومین سلام الله علیهم میفرماید که ماه رمضان ماه خداست این شهر الله است ماه خداست به خاطر که ویژگی که شما سوال کردین چی ویژگی که در وجود داره ایه هست ویژگی این ماه تعلقش به خداوند تبارک و تعالی است که ماه خداست به همه قسمی که همیشه رحمت خداوند تبارک و تعالی بر غذبش غلبه داره و رحمان است رحیم است غفور است ستار است بالاخره خب همه این مسائل در صفات خداوند تبارک و تعالی وجود داره در این ما متمرکز شده ویژگی این, این ماست و ای که در اینجا مطرح میکنه که شیطان در زنجیر است و در بهشت باز است و در جهنم بسته میشه و چیکار میشه اینا اینا خب تشبیهات است اونقدر زمینه های بخشش و رحمت خداوند تبارک و تعالی و زمینه تقرب به خداوند و زمینه کسب بهشت و معنویات در این ماه فراهم است که گویا این که شیطان بسته شده باشه با زنجیر ولی اینجوری نیست که خب به صورت فیزیکی زنجیرای شده باشه و یک میخ زده باشه و شیطان ده و زنجیر بخشیده باشه بسته باشه و تمثیل است تمثیل است و تشبیه است و یا این که مثلا خب بهش دروازه داشته باشه و رو باز کنند در این ما و بالاخره خب جهنم دروازهش بسته کنه یکم چه چیزی به شکلی مادی وجود نداره و این اشاره به همو فضائل و برکاتی که در این ماه وجود داره که ما در ابتدای صحبت هم یک اشاره کردم ماه که مثلا بخوابی خوابید عبادت باشه مم. پس شیطان کجاست گویا این که شیطان بسته شده و ماهی که بالاخره نفس میکشی برای زنده ماندن هر نفس یک تسبیح خداوند تبارک و تعالی است این دیگه در همون موقعیت قرار داره گویا اینکه شیطان بسته شده باشه درهای بهشت برایتان باز باشه و درهای جهنم بسته شده باشه و بالاخره خب تلاوت قرآن مثلا صدقه دادن بسیار در این ما مهم است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله میگه که صدقه بیتن ولا به نصف دانه خرما و شخص صدقه دهنده به ثواب روزی روزدار شریک میشه بدون این که هیچ چیزی از ثواب او از ثواب خودش کم شود و در این ماه مبارک رمضان انفاق دستگیری از ایتام فقرا و کسانی که نه بسار مهم سخاونباروالم مثل الذين ينفقون اموالهم ف سبيل الله ك مثل حبة انبتت سبع ثنابل في كل سبلة مة حبه والله ضاعف لمن شا هر كس در راه خداوند تباروتال انفاق من صدقه میده مثالش مثل مثالی کسی است که یک دانه گندم کاشته و دانه گندم هفت خوشه بیرون کرده هر خوشه 100 تا دانه داشته باشه میشه چند تا یکیش میشه 700 تا 700 یعنی انفاق در راه خداوند تبارک و تعالی 700 برابر عوض داره خدا میگه والله یضاعف هو لمن یشاء برای کسایی که میخواد خدا از 700 برابر هم بیشتر که او بستگی به کیفیت و کار و نیت کسی که انفاق میکنه و زمانها داره و از زمانهایی که بسیار مهم است و از 700 برابر هم انفاق بیشتر میسازه ماه رمضان است بنابراین کسانی که توانایی دارن و میتونند در این رابطه مؤمنین را که سفرشون خالیست کمک کنن و اینا همه اینا زمینه هایی است که بالاخره گویا این که دروازه بهشت باز شده باشد دروازه جهنم بسته شده باشد و شیطان به زنجیر بسته شده باشد خیلی ممنون برای شما حالتی دست داد که ما هم تحت تاثیر قرار داد به ویژه در شرایط بد اقتصادی امروز متمکنین و متمولین بیش از هر زمانی مسئولیت دارند که به داد نیازمندان و مستمندان برسن دستشان را بگیرند و بخشی از دارایی خودشان را در راه خدا و برای نجات بندگان توحید است و نیازمند خدا مصرف بکنند فرصت من چقدر از جناب آقای زفری؟ دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم بسیار کوتاه بفرمایید آج آقا که با رعایت چه آدابی میتوان روزدار راستین شد؟ خب طبیعتا روزه تنها زواهر نیست که ما نخوریم نیاشامیم نمیفهم چی نکنیم چی نکنیم روزه امساک از دریه شک نیست منتها یک سر چیزای اون طرف قضیه هم وجود داره ما مثلا وقتی که روزه میگنیم از مبتلات روزه اجتناب میکنیم از گناه هم باید پرهیز کنیم از غیبت هم دور باید دوری بکنیم از ستم و ظلم کردن به مردم هم دوری بکنیم از مال مردم خوردن هم باید دوری بکنیم از تزیه حق و ناس هم باید دوری بکنیم یعنی به تمام معنا همه قسمی که ما نمیخوریم نمیشامیم چشم ما زبان ما گوش ما بینی ما بالاخره همه اعضا و اندام ما باید روزدار باشه و در حال امساک باشه و پرهیز از گناهان قرار داشته باشه و مهمترین همه اینها من فکر میکنم که نیت از در روزه غیر از مسائل ظاهری که ما شما رعایت میکنیم بسی نیتی که واقعا خالصانه برای خداوند تبارک و تعالی ماشه گرچه ما روایت داریم که از اعمال عبادی که کمترین زمینی ریا در او وجود داره روزه است به خاطر که همه چیزایی که در اینجا هست عدمی هست برای روزه داشتن نخور نه شام مثلا چی نکو چی نکو عدمی هست به این خاطر بیشتر زمینه اخلاص درش است ولی در نهایت در به علاوه این مسائل و زمینه که وجود داره قصد قربت و نیت خالص برای خداوند تبارک و تعالی میتونه روزه را در ابعاد مختلفش با کیفیت بسازه ان خیلی سپاسگزار هستیم فراوان استفاده کردیم دعا میکنیم که خداوند توفیق روزداری واقعی و راستین و سازگار با آموزه های دینی و وحیانی را به همه ما عطا و عنایت بفرماید و نیت هایمان را هم برای تقرب به خداوند از طریق روزه گرفتن خالص بفرماید خدا نگهدارش